باز هم سلام مجدد خدمت دوستان گرامی، خصوصا دوستان ما که امرای کووید امرای حالات سخت سپری کرده و فعلا در فرانسه به سر میبره. آرزو دارم همه ایتان خوشحال و سرحال باشین. اگر دوستا پیش از اینکه نوخت شد بیا که درس نو دیگر آغاز کنیم بخیر، کوشش دارم که البته دو زبان برای همه دوستان به همه هموطنان قابل خدمت بگردم. بازم اگر چیزی اگر جا اشتباه می باشد تا بالا تا بزرگواریتون ما را بخشش کنین و هر انتقاد، هر پیشنهاد، هر قسم انتقاد که دارین دوستا ما در خدمت هستم و ما آزردام نمیشم اگر همت خوب آزادانه انتقادتون پست کنین در کامنت برام. دیگه قبل از اینکه ناوقت شود بیا که دی درس بعدی فکر میکنم درس ششم را آغاز کنیم. Je m'arrête. Réponse A. Je garde le pied devant le frein. Réponse B. Je passe avec prudence. Réponse C. Je fais un appel de feu stop. Réponse D. دوستان در اینجا قسم سوال شده که در ببینین اول اشاره شما ببینین اشاره سبز است. ولی اشاره که سبز است خدا کنه که مانای وکتور بفهمین. زیادتر دوستای ما انشالله مکتب خوندن وکتور مانایش میفهمن. کسایی که نمیفهمن ما بر شما اینجا به چی نشان میدم که یعنی تر پیشتر در ویدیو دیگه به دیگه دوستان نشان دادم به در ویدیو پشتو. ببینید شما ایره وکتور میگه سیستک تیر، مثال ما شما در دری تیر میگه مکنه ای تیراک هستک ای به ما شما معلومات میده یا جهت نشان میده که به کدام جهت رفته میتونه. خب حال دوستا قسمی که به شما ای عکس ما بزرگ ساخته بودم که ببینین ببخشین که سیستم البته مصروف شد. خب ببینین ای وکتور که شما میبینین به طرف مقابل آمد به طرف راست هم دور کرده. به این قسمت هم ببینین به دو طرف است که هم به مقابل هم به راست. پس حال سوال شده که من در اینجا چی میکنم اک؟ شما غیط آیا توقف کنم؟ به توقف ضرورت نیست. به خاطر چی که میبینین موتر مقابل ما روان است که اشاره سرخش روشن نیست. جی گرد لپیه دوان لبخه پای خود در مقابل برک میمونم. میشه دوستا از احتیاط کار بگیرین و کوشش کنین که زمانی که جایی که شما سرعت نمیزنین پایتون در مقابل برک ببارین که خطر در هر جا امکان داره. جی پس افیک لبخوی دانست امرای بسیار احتیاط از اینجا عبور میکنم. پس این موضوع رو براتون از روازی بسازم که چرا امرای احتیاط از اینجا عبور میکنین. شما این موتر سفید میبینین از طرف راست امکان داره که اینجا داخل شود. بعضی اوقات بعضی دریور هاست که ور خطا میباشه نشه میباشه صد مشکلات زندگی است. امکان داره که مو عاجل هم اینجا داخل شود و کدام حادثه صورت بگیره. پس به خاطر از مو پایتون بروی برک میمانین و همراه احتیاط تیر میشین. جی فی ان اپل دی فور استاپ آیا میگه من یک اشاره بریک میکنم اگر موتر موتر که در عقب ماست که در اینجا هیچ ضرورت به این نیست. به خاطر نیست که موتر مقابل ما روان است پس ما و شما خیر آهسته آهسته از پشتش روان است. بریم به سوال بعدی. Pour conduire, l'acuité visuelle de loin doit être minimum de 1 dixième, réponse A. 5 dixièmes, réponse B. 7 dixièmes, réponse C. Dosto sawal inja qism shuda ke pour conduire l'acuité visuelle de loi doit être au minimum de. Mega ami ba khater drivery did chashme albatta did dur ma shoma yani jay dur ke ma shoma mibinim ak. Che qadar bayad kam az kam bashe? Yak barda, 5 barda va ya 7 barda? خود دوستا ایرا خودتون بهتر میفهمین زمانی که شما دریوری را امتحان میتین و لیسنس میگیرین چشم شما را معاینه میکنه و هرگاه که چشم دید دور شما 5 برده باشه شما اجازه دارین که موتر دریوری و یا موتر رانی کنین. معلومات بیشتر شما میتونین ویدیو را پاس کنین در این قسمت بخونین. La polyconsommation diminue l'alcoolémie, réponse A. Provoque des effets indésirables, réponse B. Multiplie le risque d'accident par 14, réponse C. Par 29, réponse D. Dostan ya polyconsommation. Polyconsommation matlab azimeta ke istifade az chan
گونه چیزها. خب. حالا سوال البته با شما تمرکز میکنیم سر از اینکه سر سوال اول خود خوب بفهمونیم. تا پولی کنسومسیون زیادتر دوستایی که مثال گپ الکل خور است و یا الکل استفاده میکنن، زمانی که اینا زیاد استفاده الکل میکنه و یا مثال گپ غرق میشن دیگه، باز در او حالت بعضی ها این فکر میکنه که اگر ما در امرای از الکل یگان دانه انرژی کار بخورم، یک چند بوتل او بخورم یا چای بخورم یا و غیره و غیره، امی الکول مقدار شده بدن ما کم میکنن. آیا مقدار شده کم میکنن در جوابی گفته شده؟ نه خیر. حالا پروک دی فی اندزی قبل و یا ای که یک چیزی که ما شما نمیخواییم او رو در بدن ما شما پیدا میکنن. انال شما که خود گفتین که چی قسم چیز در بدن ما شما پیدا خواد کرد؟ مثلا شما نشه هستین در حالت نشه، بعد از نشه تون مثال گفت میگین که والا الاخ من موتر رو میرانم چی کنم اک؟ بیاخه یک دو سه دانه انرژی میخورم اک، یک دو سه دانه مثال گفت دو سه بوتلاو میخورم اک، یک آن چیز دیگه میخورم، امی چی میکنه؟ الکول در بدن ما کم میکنه. الکول در بدن شما کم نمیتونه، ولی چی میکنه؟ امی پروک دی ایفه. ایفه یعنی ابو عوارض جانبیه که شما نمیخواین در بدنتون پیدا میکنه. او مثلا چی میباشه؟ امکان داره که شما دلبدی پیدا کنین، امکان داره که شما البته معذرت میخواییم دلبدی پیدا کنین، مثال گپ بگردانین، مثال گپ البته با معذرت تکلیف دیگه مثال گپ احسال مثال پیدا کنین، امکان داره که بعض چیزها سردردی و غیره و غیره پیدا کنین. پس چی میکنه؟ جواب بیازی درست است، یعنی یک ساید افکت البته در حساب انگلیسی خوبش میاد، یک ساید افکت که نمیخواین او در بدن شما پیدا میکنه، یا عوارض جانبی که نمیخواین در بدنتون پیدا میکنه. خب امی پولی کنسومسیون که البته شما از چندین نوع استفاده میکنین، البته از چند نوع نوشابه هات که شامل الکل است، میگه چی میکنه؟ ملتیپل ریسک دی اکسیدان، امی خطر اکسیدنت چند برابر میسازه با شما؟ 14 برابر یا 29 برابر؟ خطر اکسیدنت 29 برابر میسازه. نظر به احصایه‌ای که در فرانسه انجام داده شده، میگه چقدر اکسیدنت های سرک 29 برابرش از چیز تک؟ از پولی کنسومسیون است و یا از الکول است. Je surveille particulièrement la zone A, réponse A, la zone B, réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا سوال در اینجا قسم شده ببخشید. Je surveille particulièrement. ما زیادتر نظارت میکنم کدام قسمت ها؟ زون A یا زون B ره؟ در زون A خواهی هیچ گپ نیسته که همتر خیالتان راحت باشه. آمدیم در زون B. مثل که فکر میکنم در درسای گذشته نیز به شما ایده توضیح دادیم که هرگاه موتر در طرف راستتان استاده می باشه و یا پارک می باشه، متوجه باشین که دروازه را سرتان باز نکنه و یا از مقابل از این موتر یا از پیشروی از موتر ناچاپ کس نبره. پس اگر ناگهان کسی برای امکان داره که او را با موتر دین و بسیار یک فاجعه و یا یک مصیبت خراب بند می مانه. پس شما باید کدام زونه متوجه باشین؟ زونه بیره. جه پلاس مون پیه دوان لفخه، پس در این حالت چی کنم؟ در صورت که روان هستم برم یا صورت در مقابل پایدل بریک پای خود بگذارم؟ پس شما پایتانه میگذارید در مقابل بریک. اگر چیز حادثه مثلا در اینجا یا دروازه واز میشه، دروازه بس یا مثال گفت نفر از مقابل از این ناگهان میایه، چی میکنین؟ بریک میگیره. همین موضوعات که به شما میگم انشاءالله دانه دانه کلش در اینجا به شما در فرانسوی گفته شده، من باید به دری برتون تشریح میکنم. Je continue tout droit. Je passe avant le véhicule noir, réponse A. Après le véhicule noir, réponse B. دوستا اینجا گفته شده که من روبرو میخواییم برم یا روبرو بله روبرو روان هستم. حال من چی میکنم؟ من جه پس ما تیر میشم و یا خیر؟ ای اول لویکل نواخ پیش از موتر سیاه و یا اپخی لویکل نواخ یا بعد از این موتر؟ دوستان اینجا حق اولیت از ما و شماست. در سرک روان استیمک
هی حق قابلیت از ما خود هر کسی که در این موتر ششته ازی استک. پس در این حالت ما شما میتونیم که بریم ولی با احتیاط میرمیم. پس اینجا اوان لویکل نواغه میگیرین. معلومات بیشترش شما میتونین که در اینجا بخوانین سعی کنین میگه سرعتتان کم میکنین و از اونجا تیر میشین که اگر چیز واقع میشه مثال که زودی که شما میتونین که موترتان توقف بدین. در عین زمان شما میبینین که اینجا یه انترسکسیون هم هستک مثال که یه چهارا هم هستک امکان داره که کدام موتر از طرف راست و چپ بیایه و کدام مشکل خلق کنه. پس شما چی میکنین؟ پیش از این خود تیر میشین ولی سرعتتان کم میکنین. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Je maintiens l'allure, réponse C. Je ralentis, réponse D. خود دوستا با معذرت البته این سوالات امکان داره که بعضی هاش تکراری باشه. البته بعد است من نیست که من سوالا رو انتخاب کنم. سوالا خودش آنلاین است که از سیستم یا از دیتابیس خود اورنگ میه. دیگه بعضی سوالا که تکراری می باشه معذرت ما رو بپذیرید. دیگه البته این سوال تا درس گذشته براتون تشریح کردیم گفتیم که کدام تابلو رو میبینین اینجا غلانتی سرخ یا مثال گپ جمپ استک و ده اینجا حق قابلیت از طرف مقابل ماستک چون که از طرف مقابل موتر نمی آید پس ما شما پاس میکنیم ما شما میرویم شما غیر توقف نمی کنیم که منتن لوغ ده کدام سرعت که هستید ده او سرعت هم نمی رویم ولی جه غلانتی ما سرعت خواه کم میکنم بخاطر چی سرعت خواه کم میکنم که ده تابلو به ما شما اینجا گفته شده که چی است یک جمپ است. اگر شما جمپ نگیرین امکان داره که جمپنای موترتون و یا سپرنگای موترتون میده شد و مشکل خلق کنه. Le dépistage de drogue est obligatoire suite au non-respect d'un signal de priorité de passage, réponse A, en cas de non-paiement d'un stationnement, réponse B, à un accident corporel, réponse C, à un accident mortel, réponse D. دوستا اینجا سوال قسم شده که دیپ استاج دیگاه هست یا ابلیگات واق سویت امی کدام نتیجه گیری درگ یا نتیجه گیری که مثال اگر کدام مواد مخدره یا مثال اگر الکول که استفاده میکنین و درباره از او امو معاینه تان میکنن آیا میگه ایده کدام حالت ها میشود دیپ استاج امیر با شما اول تشریح کنم که دیپ استاج چی را میگه؟ دیپ استاج اون آله ای را میگه که زیادتر اوقات کسی که نشه می باشه حادثه میکنه و یا بله حادثه میکنه و یا مثال اگر اشاره را متوجه نمیشه پلیس گیرش میکنه و در دانش میمونه اما پایپک زوره و میگه دهی تنفس کو زمانی که دهو تنفس میکنه اندازه الکل دهو ماشین معلوم میشود او را دیپ استاج میگه. برای معلومات بیشترتان باش که اینجا اگه شبه برتان عکس شبه برتان نیز نشان بدم. خدا کنه که پیدا شد. بله اینجا دیپ استاج ببینین مختلف انواعش استک. از خون استک، از مثال که پس تنفس استک. ببینین؟ درست است؟ دیگه اینجا موضوع دیپ استاج زیادتر البته او کدام اکثر که به شما نشان دادم که البته از خون از دیگه و دیگه معایناتش بده ولی این دیپ استاج که هست به معنای ازی است که هم کدام اگر زیادتر ویدیوها رو دیده باشین وقتی که موتر تصادف میکنه هم کدام پایپک آله را در دانش میتونه که در بین ازی تنفس کو و او ماشین اندازه الکل در خون و یا در تنفس معلوم میکنه میگه آیا این در کدام حالت میگه حتما سرطان تطبیق میشود نان رسپت سینیال د پریوریتی د پاساج حق اولیت مثلا مراعات نکنی بله اگه حق اولیت مراعات نکنی پلیس گیرتون کرده و معاینه سرتون میکنه آن کد نو پی مودی استیشن در حالتی که شما پیسه پارکینگ پرداخت نکنین نه خیر آن اکسیدنت مخ کوخ بغل د کدام اکسیدنت بدنی باشه مثلا اکسیدنت بدنی چی رو مثلا زیادتر گفته میشه آن اکسیدنت هایی که مثال اگر موتر تکر میکنه زخمی میشن یا شما زخمی میشن یا موترتون زخمی میشن او را اکسیدنت کاخ بغل میگه پس جواب سی را انتخاب میکنیم آن اکسیدنت مختل و یا اکسیدنت که مرگ بار میارد
مثال گپ موتور تصادف میکنه و یک دریور دو دریور یا غیره یا مسافرین میمره. در او حالت. پس جواب A, C و D درست است. میریم به سوال بعدی. Le plus grand danger se situe dans la zone A, réponse A, la zone B, réponse B, la zone C, réponse C. دوستا سوال قسم شده که در اینجا میگه بزرگترین خطر در کجا واقع است؟ در زون A, B, C. در زون A خود هیچ خیالتان راحت باشه به خاطر که پشت سر موترتان است اگه موترتان میزنه بیمه فکر کو که واره ملامت میکنه و تاوان موتر شما رو مزو میگیره. از A بیخی خیالتان راحت. در B ای است که پیش روتان است که میتونی که توقف کنی و قابل نگرانی نیست. قابل تشویش نیست. ولی در C که است که یک جای است که خطر واقع میکنه. مثلا به کی واقع میکنه؟ امکان داره به پیاده رو کنه، امکان داره به خودت کنه. دیگه در این حالت بهترین جواب چی شده میتوند؟ C. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. فکر میکنم که دوستای سوال هم یک تکراری باشه. ولی باز هم با معذرت اگر تکراری باشه خیره باز یک پرکتیس با شما در این حالت میگم من میتونم که سبقت کنم و یا خیر. دوستای محترم سبقت کردن همیشه متوجه باشین فکر کو که داخل موتر هستی و چراغ عقبتون است. شما میبینین به طرف چپتون موتر بسیار نزدیک است. اگر شما سبقت خوب فکر میکنم که برتون واضح شده باشه اگر نشده باشه بازم برتون میگم سبقت به معنی عزیز که دست چپ میگیری پیشروی از این موتر خود قرار میدی. این سبقت میگه به حساب دری. حالا میگه که سبقت امکان داره نداره. در این حالتی که شما می‌بینید موتر پشت سر بسیار نزدیک است اگر شما در طرف دست چپ از این خط عبور کنین تصادف صورت می‌گیره پس شما می‌تونید که دیپاس کنین نه خیر جواب بهترش نیست با معذرت J'accélère réponse A Je passe réponse B Je m'arrête réponse C دوستان در اینجا سوال قسم شده که در این حالت ما چی کنم اک؟ ما اکسلتر بتم اک؟ ما عبور کنم اک؟ و یا موتر توقف کنم؟ دوستان قسم که شما میبینین این موتر تقریبا آماده شده که در پشت این موتر سیاه قرار بگیرد. این موتر ترک. و در این زمان این موتر دیگه که هسته که اشاره چپ خارگانده فکر کن که حتما اشاره از وا سبز است. پس در این حالت چطور امکان داره که شما از این موتر تیر شوین پس نمیتونین اکسلراتور هم دادن نمیتونین پس بهترین جوابتون چی شده میتونه جمعیت فکر میکنم که سوالا اینجا با پایان رسیده که باز هم دوستا منتظر انتقاد پیشنهاد و سوالاتتون هستم اگر کم سوال انتقاد پیشنهاد داشته باشین بنده در خدمت میباشه به خدای یکتا میسپرمتونه وقت خوش ابیانتون